یک سال بعد از تصمیم ترامپ به خروج از برجام، آمریکا چقدر توانسته رفتار حکومت ایران را تغییر دهد؟ انتشار جامع‌ترین تحقیق تاریخ درباره وضعیت طبیعت، فعالیت بشر 1 میلیون گونه جانوری و گیاهی را تهدید می‌کند. و اولین حضور سینمای تاجیکستان در جشنواره کن. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. دونالد ترامپ 1 سال پیش پس از آنکه بارها برجام را بدترین توافق تاریخ خواند، آمریکا را از این توافق خارج کرد. تیم آقای ترامپ گفت تحریم‌ها را به امید توافقی بهتر و تغییر رفتار منطقه ایران باز می‌گرداند. اما نتیجه این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا چه بوده؟ بهمن کلباسی نگاهی انداخته به 1 سالی که گذشت. مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه ترامپ در سال اول ریاست جمهوریش با خروج او از برجام مخالف بودند. وقتی جان بولتون مشاور امنیت ملی شد و مایک پومپئو به وزارت خارجه رفت، دیگر مانعی نبود. آنها برعکس ترامپ را تشویق کردند هرچه سریعتر در مسیر شکست این میراث سیاست خارجی باراک اوباما گام بردارد. واقعیت این است که این یک توافق یک جانبه وحشتناک بود که هرگز نباید انجام می شد. هیچ صلح و آرامشی نیاورد و نخواهد آورد. آقای ترامپ همچنین در آن روز خروج از برجام گفت ایران زیر فشار تحریم ها برای توافقی بهتر پای میز مذاکره خواهد آمد. وزیر خارجه‌اش هم برای برداشتن تحریم ها 12 شرط تعیین کرد. از توقف آنچه او تلاش برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای می‌خواند تا پایان دادن به برنامه موشکی و قطع حمایت از گروه‌های شبه نظامی در منطقه و خروج کامل ایران از سوریه، آزاد کردن آمریکایی‌های زندانی در ایران و پایان دادن به حملات سایبری هم در این فهرست گنجانده شد. همزمان وزیر دارایی آمریکا اعمال تحریم‌ها را همراه با تهدید شرکت‌ها و کشورهای جهان آغاز کرد. در اینکه 1 سال پس از آنکه آقای ترامپ اینجا در کاخ سفید تصمیم به خروج از برجام گرفت، تیم او از وزارت دارایی در ساختمان بغلی تا وزارت خارجه چند خیابان آن طرفتر توانسته به اقتصاد ایران ضربات کاری بزند، شکی نیست. اما پرسشی که دولتش با آن روبروست این است: آیا توانستند دولت ایران را به تغییر رفتار مجاب کنند، یا آنطور که بعضی از حامیانشان می‌خواهند به تغییر رژیم در ایران نزدیک‌تر شوند؟ رابرت مالی، یکی از مشاوران ارشد باراک اوباما و از مذاکره کنندگان تیم هسته‌ای آمریکا، میگوید نشانی از تحقق اهداف اعلام شده دولت ترامپ وجود ندارد. ارزیابی من رو بذاریم کنار. ارزیابی خود دولت ترامپ از همه گویاتره که آیا به اهدافشون رسیدن یا نه. دونالد ترامپ بعضی وقتا مدعی میشه که در این 1 سال ایران دیگه اون کشور سابق نیست. اصلا کسی نمیدونه منظورش چیه. مبنای من ارزیابی مقامات دولتشه که میگن ایران در این مدت رفتارش رو عوض نکرده. برنامه موشکیش هم ادامه داره. نقشش در منطقه هم همون است که پیش از این بوده. در نتیجه میبینیم که با خروج از برجام به نتایجی که میخواستن نرسیدن و شکست خوردن. هدف دیگه‌ای که مطرح کردن این بود که یک توافق بهتر جایگزین برجام بکنن که در اون محدودیت‌هایی که روی برنامه هسته‌ای ایران وجود داره به این زودی‌ها رفع نشه و حتی دائمی بشه. نه تنها به چنین توافقی نرسیدن که برعکس بیش از هر زمانی با اون فاصله دارن، چون حتی اینکه ایران حاضر بشه با آمریکا سر مسائل منطقه‌ای گفتگو کنه کاملا غیر قابل تصوره. توجه داشته باشیم، اگه ما می‌خواستیم کمترین شانسی برای گفتگو بر سر دیگر مسائل با ایران داشته باشیم، باید در برجام می‌ماندیم. ولی وقتی برجام رو نقض کردیم، دیگه نمیتونیم به طرف مقابل بگیم بیا بنشینیم برای رسیدن به یک توافق بهتر گفتگو کنیم، چون حالا به شدت به ما بی‌اعتماد هستن. بنابراین تنها دستاوردی که در این 1 سال داشتن این بود که به اقتصاد ایران ضربه زدن. این چیزی است که مکرر در حرف‌های مقامات دولت ترامپ به آن اشاره میشه. شاید فشاری که به اقتصاد ایران در این مدت اومده بیشتر از اونیست که بعضی ناظران پیش بینی می‌کردن، ولی مسئله این است که از پا در آوردن اقتصاد یک کشور به خودی خود نشانی از موفقیت نیست. فشار اقتصادی یکی از ابزارهای در دست است برای رسیدن به هدفی مشخص، خودش هدف نیست و دولت ترامپ در رسیدن به این هدف که تغییر رفتار ایران بود به جایی نرسیده. ناکامی دولت ترامپ در 1 سال گذشته در رسیدن به اهدافی که قرار بود با خروج از برجام و سختگیری‌های شدید اقتصادی محقق شوند. ارزیابی که مقام‌های کاخ سفید با آن مخالفند و میگویند باید زمان بیشتری داده شود تا تأثیر فشارها خود را نشان دهد.
زمان بیشتری که هر روزش زندگی مردم ایران را هم دشوارتر می‌کند. بهمن کلبوسی، بی بی سی، واشنگتن. خروج آمریکا از توافق برجام سالی دشوار را برای صنعت نفت و گاز ایران و اقتصاد این کشور رقم زد. صادرات نفت ایران تا پیش از بازگشت تحریم‌های آمریکا حدود 2.5 میلیون بشکه بود، اما این رقم ظرف یک سال نصف شد. حالا ایران باید پنهانی نفت خود را بفروشد و در سال پیش رو با افت جدی درآمد مواجه خواهد شد. در این فصل جدید از محدودیت، ایران چگونه نفت خود را خواهد فروخت و چه شرکت‌هایی برای خرید نفت ایران خطر خواهند کرد؟ جزئیات بیشتر از شیدا هوشمندی. این روزها زمینه رویاروی اهل سیاست اقتصاد است. یکی می‌خواهد درآمد دیگری را صفر کند و آن دیگری مقاومت می‌کند. اگر اونها پای میز مذاکره آمدند، یعنی پنج کشور، و با اونها صحبت کردیم و به نتیجه رسیدیم و منافع اصلیمون مخصوصاً نفت و بانک به عنوان دو تا از منافع مهم، اگر ما بهش دست یافتیم برمیگردیم به نقطه اول. تهدید کلامی رئیس جمهوری ایران پاسخی به بیش از یک سال تلاش واشنگتن در محدود کردن مهمترین محل درآمد دولت، یعنی نفت است. ما قادر به پرداخت این مخارج نیستیم. دورانی دشوار برای صنعت نفت و اقتصاد ایران. دورانی که نقطه آغازش این امضا بود و ادامه آن. The US puts the screws on Iranian oil exports to scrap all the exemptions. Tighten sanctions on Iran. We will be instituting the highest level of economic sanction. What we expect from Iran is massive changes in their behavior. To designate the Islamic Revolutionary Guard Corps, including its Quds Force, as a foreign terrorist organization. This pressure is working. We need to increase it. We need to expand it. Threat from the Islamic Republic of Iran. در میان این هیاهوی سیاسی، شرایط حساس صنعت نفت و گاز و اقتصاد ایران ممکن است فراموش شود. تولید نفت ایران که روزی بیش از 3.5 میلیون بشکه بود، یک بار دیگر هم در گذشته از تحریم‌های آمریکا و همراهی جهانی با آن ضربه خورده بود. بعد از برجام داشت جانی تازه می‌گرفت که بازگشت تحریم‌های آمریکا تولید ایران را به دوران پیش از برجام بازگرداند. حالا اقتصاد ایران هم که یک بار در کوران تحریم‌های هسته‌ای از رکود گذر کرده بود، امروز مسیر عقب‌گرد پیش گرفته و به سمت کوچک شدن می‌رود. ایران نه تنها نتوانست به جایگاه قدیمی خود در بازار نفت بازگردد، بلکه حالا باید در بازارهای سیاه به دنبال مشتری باشد. آنگونه که معاون بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت می‌گوید، همه ظرفیت کشور برای فروش نفت در بازار خاکستری، بخوانید بازار سیاه، بسیج شدند. او میگوید ایران میتواند با تخفیف به اندازه کافی به خود ترامپ هم نفت بفروشد. آقای زمانی نیا کارشکنی های پس از برجام را در شرایط پیش آمده مؤثر میداند و میگوید اگر در زمان اجرای برجام میتوانستیم 10 قرارداد نفتی ببندیم، تا زمان خروج امریکا از برجام تکنولوژی این پروژه ها به ایران رسیده بود. هدف امریکا از تمدید نکردن مهلت فروش نفت ایران صفر کردن درآمد نفتی ایران است. اما بعضی وبسایت‌های رصد تانکرهای نفتی نشان می‌دهند حتی پس از خروج امریکا از برجام، ایران صادرات پنهان نفت را بیشتر هم کرده. رقم فروش نامعلوم. تخمینی وجود دارد که در زمان تحریم‌های هسته‌ای که آقای اوباما علیه ایران اجرایی کرد، بین 150 تا 200 هزار بشکه فروش غیر رسمی ایران رصد شده بود. ولی امکانش هست که مثلا در یک شب ابری ایران محموله‌های نفتی صادر کنه به کشورهای فرض کنیم همسایه و به دلیل سود زیادی که برای واسطه ها داره این نوع تجارت غیر رسمی، حتی کشورهای بعضی از کشورهای همسایه که متحد آمریکا هم هستن از اون حمایت کنن و توی این معامله با ایران شریک بشن. بنابراین تخمین دقیق زدن امکان نداره. اخیراً این توییت از رئیس سابق صدا و سیما نشان از فشار گروهی بر وزارت نفت دارد. فشار برای استفاده از مسیرهای نامتعارف فروش نفت، شاید شبیه آنچه در دولت‌های گذشته باعث به وجود آمدن پرونده‌های قطور فساد مانند مورد بابک زنجانی و پتروشیمی گیت شد. اما چه کسانی حاضر خواهند بود به این ترتیب نفت ایران را بخرند؟
فکر نمی‌کنیم که به طور مستقیم هیچ کشوری واقعاً علاقمند باشه که به این کار وارد بشه، مگر واسطه‌گران و تجارت کننده های نفت یا فرض کنید مثلا صاحبان کشتی که انقدر کوچک هستن که در اقتصاد با آمریکا یا تجارت با آمریکا جایی ندارن و منافعی ندارن برای تجارت با آمریکا. حذف ایران از بازار جهانی نفت بدون کمک عربستان سعودی و اوپک پلاس ممکن نبود. این بازیگران مهم بازار با عرضه بیشتر تلاش خواهند کرد که قیمت نفت بالا نرود. منافع این کشورها در تصاحب سهم بیشتر از بازار است. مثلا حالا که میعانات گازی هم شامل تحریم ها می شود، جای صادرات میعانات گازی از پارس جنوبی به کشورهای چین، کره جنوبی و ژاپن را صادرات کشورهایی از قاره‌های مختلف جهان می گیرد. از استرالیا و نروژ گرفته تا روسیه و امریکا. نکته آن که حالا ایالات متحده امریکا به بزرگترین تولید کننده نفت جهان تبدیل شده. چشمانداز اوج گرفتن تولید این کشور تا سطح 19 میلیون بشکه در روز طی سالهای آینده باعث می شود کشورهای مصرف کننده مانند چین ریسک منازعه با امریکا را به خاطر واردات از ایران نپذیرند. توافق تجاری که بین آمریکا و چین به نظر می رسه که یک جوری دعوا و جنگ بر سر شروط پیش از عقد و عروسی این دو تا کشوره، یعنی به نظر می رسه که با توجه به تولید زیاد آمریکا و نیاز زیادی که چین به انرژی داره از اون طرف و امکان سرمایه گذاری چین در مخازن و صنعت نفت آمریکا، این دو کشور در آینده میان مدت و دراز مدت به شرکای انرژی و تجاری خیلی نزدیکتری تبدیل بشن. بنابراین به صورت بالقوه این دو تا کشور روابط خیلی نزدیکتری رو خواهند داشت. فعلا ایران فقط میتواند برای پرداخت به چین و هند بابت سرمایه گذاری در صنعت انرژی ایران به این کشورها نفت بدهد، آن هم با مجوز امریکا. فروش پنهان ایران هم از نوامبر پارسال تا ماه گذشته حدود 200 هزار بشکه در روز بوده که تأثیر چندانی در افزایش درآمد نفتی ندارد. فصل جدید برای صنعت نفت و گاز ایران پر از ابهام و پیچیدگی است. شاید بیشتر از دوران پیش از برجام. شیدا هوشمندی، بی بی سی. وزارت مهاجرین افغانستان درباره حرف‌های معاون وزارت خارجه ایران گفته که مهاجرت موضوعی حقوق بشری است و نباید به آن سیاسی نگاه کرد. عباس عراقچی گفته بود اگر آمریکا به تشدید تحریم‌ها ادامه دهد، مهاجران افغان باید ایران را ترک کنند. او آمریکا را مسئول پیامدهای این وضعیت خواند. جزئیات بیشتر از نسرین نوا از کابل. نشست دولت افغانستان و اتحادیه اروپا درباره حکومتداری، حقوق بشر و مهاجرین. تلاش در بهبود وضعیت مهاجرین گوشه‌ای از تعهدات نشست امروز بوده. مهاجرینی که بیشتر در ایران و پاکستان زندگی می‌کنند. از این میان 3 میلیون مهاجر در ایران. وزارت خارجه ایران اخیراً گفته اگر تحریم‌های آمریکا شدیدتر شود، از مهاجران افغان می‌خواهد که ایران را ترک کنند. ممکنه که ما یک روز به نقطه‌ای برسیم که نتونیم این کار رو، این هزینه‌ها رو ادامه بدیم و در اون صورت هست که ممکنه خواهش بکنیم از برادران افغان، خواهران افغان خودمون که لطفاً به هر حال ترک بکنند. حالا به کشور خودشون برمیگردن، به کشورهای دیگری خواهند رفت. طبیعتاً انتخاب با خودشون هست. چشم امید وزارت امور مهاجرین افغانستان هنوز به توافق نامه های سابق بسته است. روی توافق رسیدیم که بعد این مبحث جدا از مسائل بشری سیاسی پذیرفته شده و یک مبحث حقوق بشری است. ما به ارتباط از این که توافقات سه جانبه، چهار جانبه و حتی دو جانبه با جانب ایران داریم، ما دست به اقدام خود زدیم، با جانب ایران هم صحبت های خود داشتیم. شماری از مهاجران اما نگرانند. در کشور ما ضمن از اینکه امنیت نیست، کار هم نیست. ما خرج زندگی زن و بچه خود چطور میتونیم تامین کنیم؟ از کجا میتونیم بیاریم؟ تکلیف ما چی میشه؟ آیا اگر در کشور سالس ما رو ببرم، ما آماده ایم؟ اگر در غیر این صورت ما حاضریم که همینجا ما رو بکشم، ما رو از ایران بیرون نکنم. عده‌ای هم در شبکه‌های مجازی هشتگی را با عنوان مرز را باز کنید
به راه انداختند. هشتگی که زخم قدیمی بسیاری را تازه کرده. داستانهایی از تحقیر تا محرومیت. با این حال از ماها پیش با از سر گرفته شدن تحریم‌های آمریکا خروج بی‌سابقه مهاجران افغان از ایران شروع شد. در سال 2018 به تعداد 700 هزار مهاجر، یعنی 40% بیشتر از سال قبل آن. مشخص نیست امسال تحریم‌های آمریکا بر ایران چه سرنوشتی را برای مهاجران افغان رقم بزند. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. وزارت صحت افغانستان میگوید بیش از 40% کودکان زیر 5 سال در این کشور از سوء تغذیه رنج میبرند. دولت و سازمان ملل متحد برای محو این بیماری روش تازه‌ای در پیش گرفتند. توزیع یک وعده غذا برای دانش آموزان. اگر این برنامه آزمایشی مؤثر باشد، در همه مدارس افغانستان اجرا خواهد شد. خبرنگارمان خلیل نولی که به بامیان سفر کرده، میگوید فقر گسترده و آگاهی نداشتن خانواده‌ها عامل سوء تغذیه کودکان است. پروانه نوماها سومین فرزند این زن. پس از آن که دکتران روسان نتوانستند درمانش کنند، پایش به اینجا کشید. پس از چند آزمایش مشخص شد که او به سوء تغذیه حاد مبتلا است. باید هفته ها روی این بستر بخوابد. می غذای کرم می دادم می حل نمی کردم، پسون پسون ایدونی ازی پس می آمد. بازیر اینجا دکتر اردن شفاخانه خونش را گریب لابرتوار باز بستر کرد. بیش از 10% کودکان زیر 5 سال در بامیان، ولایت محروم در مرکز افغانستان، با سوء تغذیه دست و گریبانند. حدوداً 560,000 نفوسی که در بامیان زندگی میکنند و فیصدی که در بین نفوس 20% از اطفال زیر 5 سال هستند. ما نظر به آماری که داریم چیز کمتر یا زیادتر 10,000 طفل در مرض سوء تغذیه متوسط و غیر متوسط دچار هستند. حالا حکومت افغانستان و اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد یک برنامه آزمایشی اما ظاهراً پرهزینه را در تلاش برای محو این بیماری آغاز کردند. دادن یک وعده غذای کامل برای دانش آموزان صنف‌های ابتدایی. کارمندان پروژه مسئولیت غذایی سازمان ملل متحد صبح را با خرید از بازار محلی بامیان شروع می کنند. به هدف تهیه این نان چاشت برای دست کم 350 دختر و پسر دانش آموز. روزانه غذای ها تغییر میتیم به خاطر که غذا انرژی دهنده داریم، بعض میوه‌جات داریم که خیلی تاثیرات خوب داره. در پایان این دوره آزمایشی دو ساله میزان رشد این کودکان با دانش آموزان دو مکتب دیگر مقایسه می شود. روشی که دولت را به یافتن راه حل دائمی مشکل سوء تغذیه کمک خواهد کرد. قرار است که یک پالیسی پیپر یا یک ورق پالیسی ساخته شود تا برنامه در سطح ملی به خاطر کاهش و یا از بین بردن سوء تغذیه در سطح افغانستان تطبیق شود. اما رسیدن به این هدف گذشتن از هفت خانه رسم است. این غذا را باید هر روز هر کودک در خانه دریافت بکند. اما فقر گسترده، عدم آگاهی خانواده ها در مورد ترکیب مواد غذایی و همچنان این نظر که مادر کودک نوزاد خود را تا دو سالگی تنها شیر مادر بده، خطر ابتلا و سوء تغذیه در میان کودکان را افزایش داده. با این همه مقام های محلی امیدوارند تا 5 سال آینده سوء تغذیه در میان کودکان زیر 5 سال را مهار کنند. خلیل نوری، بی بی سی، بامیان. نتیجه جامع‌ترین تحقیقات تاریخ درباره وضعیت طبیعت و منابع طبیعی جهان امروز از طرف صدها دانشمند منتشر شد. چنین گزارشی 15 سال پیش هم منتشر شد، ولی این بار دقیق‌تر و با بهره‌گیری از هزاران مطالعه جداگانه انجام شده و تصویری نسبتاً کامل به دست می‌دهد. در این گزارش گفته شده که انسان‌ها اگر رویه‌هایشان را تغییر ندهند، ممکن است باعث انقراض موجودات زنده روی زمین شوند. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان. خلاصه گزارش این است: صدها هزار گونه آبزی، پستانداران، حشرات گردافشان و گیاهان شناخته و ناشناخته به خاطر انسان‌ها در شرف نابودی هستند. گزارش سازمان ملل آینده ترسناکی را برای کره زمین و انسان‌ها و دیگر موجوداتی که قربانی توسعه طلبی انسان‌ها شده‌اند به دست می‌دهد. اما جای این امید را هم باقی می‌گذارد
که هنوز برای نجات زمین دیر نشده. Importantly, we have done a lot already. این مهمه که ما خیلی تا الان کار کردیم. به اندازه کافی ابزار و توافق‌های بین‌المللی و سیاست‌های محلی داریم که در کنار یه سری تصمیمات جسورانه میتونن ما رو به سمت توسعه پایدار ببرن. ما دانشش رو داریم. اون چه نداریم جسارت اجرای دانسته هامونه. قبلا آمار و ارقام و تحقیقات زیادی درباره تنوع زیستی و وضعیت حیات بر روی زمین شده است. این گزارش 15,000 مطالعه جداگانه را در 50 کشور از جمله ایران طی 3 سال لحاظ کرده. تا امروز مفصل ترین گزارش مرجع در تاریخ را برای فهم بهتر وضع موجود ارائه دهد. دانشمندان گفتند ما در یک دوره پرشتاب انقراض قرار داریم، ولی آن را متوجه نمی شویم چون در طول چندین سال رخ می دهد که در عمر زمین مدت کوتاهی است، ولی 1,000,000 گونه در این مدت به ورطه نابودی کشیده شدند، از جمله خزندگان و پستانداران و مرجانهای دریایی، کشتاری که در 10,000,000 سال گذشته سابقه نداشته. دلیل اصلی این وضعیت تغییر کاربری اراضی جنگلی است. زراعت برای تهیه روغن پالم و خوراک دام، دو کالایی که آب و زمین و هوا را مستهلک و آلوده می کنند. تخریب خاک و به کارگیری سموم شیمیایی کشاورزی یک خطر بزرگ است. سازمان ملل به یک راهکار اجرایی خاصی اشاره نکرده، ولی یادآوری می کند بخش بزرگی از پولی که در خوراک دام و سویا سرمایه گذاری می شود پول کثیف است و علاوه بر آن سالانه بالغ بر 100 میلیارد دلار خرج یارانه برای کشاورزی ناسالم و ناپایدار می شود. این عده از معترضان پیشاپیش انتشار گزارش سازمان ملل در پاریس از اینکه سیاستمداران با آن توجه نخواهند کرد شاکی بودند. دوباره سران همه کشورها میخوان دور هم جمع بشن، به هم تبریک بگن و درباره تنوع زیستی در جهان شعار بدن. نهایتش هم اینه که یک بیانیه امضا کنند و هیچ اتفاق دیگه ای نیفته. شاید هم در گرم و گرم بحران‌های سیاسی و اقتصادی سران کشورهای جهان احساس نکنند که باید کار خاصی انجام دهند، اما در گزارش تاریخی امروز سازمان ملل دلایل وضعیت امروز و راه حل‌ها مشخص است. دانشمندان گفتند برای نجات بشر و نه زمین، که زمین نیاز به بشر ندارد، باید منافع تثبیت شده به چالش کشیده شود. منافع نهفته در صنایع مثل صید عمیق ماهی، تجارت حیات وحش، دامداری صنعتی و سدسازی که بشر را به تولید و مصرف ناپایدار هرچه بیشتر سوق می‌دهد. گویی که نیست در پس امروز فردایی. سیاوش اردلان، بی بی سی. برای نخستین بار یک فیلم ساخته سینماگران تاجیکستان به جشنواره کن راه یافته. فیلم شتاب قرار است در بخش فیلم‌های کوتاه این جشنواره اکران شود. سهراب ضیا خبرنگار ما در شهر دوشنبه بعد از گفتگو با نویسنده و کارگردان فیلم این گزارش را فرستاده. داستان از آنجا شروع می‌شود که جوان با خودرو در راه به چیزی بر می‌خورد. پیاده می‌شود و فردی را افتاده در راه می‌بیند. گمان می‌کند که رهگذری را زیر گرفته. با تقاضای پدرش که نامزد انتخاباتی است از محل حادثه فرار میکند، زیرا برای پدر او منافع شخصی از رأی انتخاب کننده که شاید زیر چرخی خودروی پسرش جانش را از دست داده باشد مهمتر است. سرانجام از روی تصاویر دوربین های مدار بسته عامل اصلی جنایت را پیدا و دستگیر میکنند. فیلم کوتاه شتاب پاییز گذشته در شهر دوشنبه فیلم برداری شده. محیدین سلیمانی نویسنده و کارگردان این فیلم تا حالا چند فیلم کوتاه و بلند و انیمیشن ساخته است. شتاب اولین فیلم کوتاه اوست که بعد از فارغ شدن از مدرسه سینماگران جوان استودیوی تاجیک فیلم تهیه کرده است، کاری که برایش با آسانی دست نداده. حتی یک مصرعی هم گفتم که هر کی فکری فیلم کوتاه میکند چند ورق از عمر خود ته میکند، چون که وقتی که فیلم کوتاه میآفری این مشکلتر از اون جهت است که تو فرصت خیلی کم داری و باید در همین فرصت توانی پیام خود را به بیننده رسانده باشی. شتاب اولین فیلمی ساخته سینماگران تاجیک است که به جشنواره کن راه مییابد. این فیلم اینجا در تلویزیون سینما ساخته شده، تلویزیونی که 3 سال پیش آغاز به کار کرده بود و یکی از اهدافش رشد سینمای ملی است.
دعوت از محی‌الدین و فیلمش به یکی از بزرگترین و باشکوه‌ترین رویدادهای سینمای جهان در ابتدا برایش باور نکردنی بوده است. راستی اول با ایمیل هم اومد که شما رو تبریک میکنیم، فیلم شتابی مؤسسه شما با فستیوال راه یافت، چندان باور هم نکردم. و وقتی که دوم بار اونها دعوتنامه رو برایم فرستادن و این وقت نه تنها شدی من، شدی تمام گروه ایجادی عموماً، شدی مؤسسه دولتی تلویزیون سینما حد و کنار نداشت. با باور نویسنده عبدالرافع ربیزاده، اگرچه خبری راه یافتن فیلم یک کارگردان جوان و جشنواره کن بازتاب مناسبی در داخل تاجیکستان نداشته، این رویداد امید را به احیای شهرت سینمای تاجیک بیشتر کرده است. پرواز فرهنگ تاجیک است، کینوی تاجیک است و باید ما از این افتخار داشته باشیم. مهمیت فیلم محی‌الدین موضوعی وای است. بدبختانه همین چیز نمیرسد برای کینوی تاجیک. این سوژه خوبی دلکشه که در خورد همه خلق و ملت ها شوند، چه که محی‌الدین آفرید برای همه جا شدنش ممکن است. امروزها محی‌الدین سلیمانی برای سفر به فرانسه و شرکت در جشنواره فیلم کن آمادگی میگیرد. کارگردانی که صرف نظر از موفقیت یا ناکامی فیلمش در این جشنواره، نامش را به عنوان رهکشای جشنواره کن در تاریخ سینمای تاجیک ثبت کرده است. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. ممنون که با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، بدرود.